درود به همگی، از همتون متشکرم که توی این هوا به خاطر فرزندان ایران همگی دور هم جمع شدیم تا صدامون رو برسونیم به گوش کسانی که نمیذارن در ایران آزادی استقرار پیدا کنه. به مادرم بگویید آزاد شدم، از تمام گره ها بیرون زدم، آنها تنها حلقه دور زمین انداختند تا زحلی دیگر را به زیبایی این منظومه اضافه کنند. هر شب زین آسمان ستاره ها فرو می کشند و باز این آسمان و وطن غرق ستاره هاست. هنوز با گرامی داشت یاد تمامی جان باختگان راه آزادی و عدالت و با درود به زندانیان سیاسی که اکنون عده‌ای از اونها در حال احتساب قضا هستند. دوستان، ما امروز اینجا جمع شدیم که اعتراض کنیم به جنایات رژیم، به ویژه در ماهای اخیر. در ماه اخیر 90 نفر از هموطنان ما را به جوخه اعدام سپردند، یعنی هر روز 3 نفر. هنگامی که اذان صبحگاهی از مساجد بلند میشه، شنیده میشه، در همان حال در برابر زندان اوین و قزلسار و گوهردشت صدای زجه و شیون مادران و همسران و خواهران و خانواده ها به گوش میرسد. رژیم اعدام است، رژیم شکنجه است و رژیم زندان است. دوستان عزیز، هماکنون نیست عده‌ای از دیگر از هموطنان ما در لیست اعدام قرار دارند. ما باید تلاش کنیم که بتوانیم از اعدام اونها جلوگیری کنیم. رژیم به هر بهانه‌ای مفسد فی الارض، محاربه با رسول خدا و رسول خدا، انسانها، هموطنان عزیز ما را به قتلگاه میبرند. در همین روزا ما شاهد بودیم که چندین نفر از هموطنان ما، 4 نفر از هموطنان کرد ما را به جوخه اعدام سپردند به جرم جاسوسی. اینها هیچ کدام در هیچ ارگان و در هیچ سازمان دولتی نبودند که اطلاعاتی از درون رژیم داشته باشند. و ضمناً در حالی که اسرائیل در درون تهران و شهرهای دیگر کارکنان هسته‌ای را به ترور میکنه، در حالی که پرونده های هسته‌ای را به اسرائیل میبرند و در حالی که خود مسئول اسرائیل در وزارت اطلاعات عامل جمهوری، عامل اسرائیل هست، احتیاجی به کسان دیگری ندارند. دوستان، در همین 2 روز گذشته جوان 18 ساله بلوچ سپهر شیرانی در زیر شکنجه مزدوران کشته شد. یاد این عزیز را گرامی می‌داریم. فقط اعدام ها نیستند، در کردستان کولبرها را به گلوله می‌بندند، در بلوچستان سوخبرها را به گلوله می‌بندند. و اما یک نکته دیگر دوستان، 11 اسفند برابر با انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورا. در این 45 سال از این مجالس هیچ گونه قانونی که به نفع جامعه باشه، به نفع مردم باشه، تصویب نشده. نه برای کودکان خیابانی، نه برای زنان خیابانی، نه برای زباله‌گردها، نه برای بیکاران، هیچ کدام قانونی تصویب نشده. و من از شما خواهش میکنم به فامیل ها، به آشنایان قاطعانه بگیم که در این انتخابات شرکت نکنن، چون هیچ تأثیری در زندگی مردم نخواهد داشت. نکته دیگه این که دوستان، الان در وطن ما همه ما میدانیم وضعیت اقتصادی چگونه است. الان از زیر خط فقر هم گذشته به خط فلاکت، به فقر، به خط استیصال و درماندگی رسیده. به هر حال هر کدام از ما یا به آشنایان در ایران بسپریم که حداقل 4 میلیون ایرانی در خارج از کشور هستیم، ما خواهیم توانست عده‌ای به هموطنان ما کمک کنیم. به خانواده های زندانیان سیاسی دوستان، که اونا که نانآور خانواده بودن و الان در زندان هستن، اونها نیاز به کمک دارند. کارگرانی که به خاطر احتسابات اخراج شدن، اونها هم نیاز به کمک دارند. تا اونجایی که از دست ما میاد، حتی ماهی 10 اورو مگه ما بتوانیم کمک کنیم، با 4 میلیون انسان ایرانی خیلی کارها میشه انجام داد. و آخرین نکته این که دوستان، پناهجویان عزیز، به ویژه شما توجه کنید.
قانون جدیدی که به تصویب رسیده از سال 2024 قراره که پناهجویانی که در دادگاه رد میشن به ایران بازپس فرستاده بشن. فاجعه ای خواهد بود. این انسان ها، این خانواده ها که میلیون ها تومان هزینه کردن، تمام پل های پشت سرشان خراب کردن، اگر بازگردن به ایران نه امیدی هست، نه هیچ گونه امکاناتی در اختیار نخواهند داشت. ما در روز 17 همین ماه در این رابطه ما تظاهراتی داریم. دوستان خواهش میکنم به دیگران، به کسانی که در هایم ها و کمپ ها هستند، بگیم میان شرکت کنند. و سخنی دارم با اون هموطنان عزیزی که سالهای قبل پاس گرفتن یا آلمانی شدن، اونها هم موظفن، وظیفه مندن، مسئولن که بیان و حمایت کنن از پناهجویان ما. همینی که پاس گرفتن کافی نیست دوستان. ما باید دست به اتحاد به هم دیگه بدیم. رژیم در شرایط ضعیفی در قرار گرفته، در بحران‌های عمیقی دست و پا میزنه و تنها اتحاد ما خواهد بود که کار رژیم را یکسره خواهد کرد. هیچ قدرتی، هیچ دولتی در دنیا حامی و پشتیبان ما نیست دوستان. اونا فقط به دنبال منافع خودشون هستن. اگر 10 میلیون نفرم در ایران کشته بشن، به اندازه فروش یک هلیکوپتر به ایران برای اینها ارزش نخواهد داشت. نبرد ما به سر خواهد رسید و به سر خواهد آمد. این نبرد آخری. پیروز باشید.